باشه. بابا. بله. اجازه میدین یه چیزی بپرسم؟ بفرمایید. چرا بعضی وقتا به خودتون میگین بادم جون بم؟ بادم جون بم لقبمه. زمان جنگ برام درست کردن. جنگ ایران و عراق؟ بله. بابا جنگ کی تموم شد؟ وقتی که هنوز تو توی دنیا نبودی. بچه شیر خورم نبودم؟ نه خیر، اصلا نبود. بابا دیگه جنگ نمیشه؟ شاید بشه. چطور مگه؟ یکی به تلفن جواب بده. یلدا تلفن رو جواب بده. بابا جان، چرا به خواهرت دستور میدی؟ باشو خودت جواب بده. آفرین. باشو بابا. باشو دیگه. بابا جان با شما کار دارم. الهی قربون دخترم برم من. خیلی متشکرم عزیزم. الان میام. بیا بابا جان، زیاد روشنش نکنی. اگه قرار باشه هر روز 8 تا باتری بخرم ورشکست میشم. حاضر نیستی خانم؟ بچه ها لباس پوشیدن؟ همه پوشیدن، منتظر شما. الو؟ جناب سرنگ کتاز؟ بفرمی. میخواستم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم. شما؟ یه تاجر هروئین. من حاضرم. فرمایش. اگه جرأت به خرج بدی و تنها بیای توی پارک، اطلاعات به درد بخوری خدمت تقدیم میکنم. جگرش داری یا نه؟ کی بیام؟ همین الان. کلکم نزن، به کسی هم تلفن نکن. منظورم با موبایله. پیاده بیا. پیاده نیم ساعت طول میکشه. پیاده بیا، به زحمتش میارزه. میام. توی پارک کنار حوض منتظرتم. باز چی شده؟ روز جمعه هم مال ما نیستی؟ شرمندم خانم، برای نهار برمیگردم. کجا داری میری؟ میرم دنبال کار. بیا. سویچ دارم. با احتیاط رانندگی کن. خیالت راحت باشه. زود برمیگردم. یاد اومدم. تیمسار یک کتاس. اسم قشنگه. من تیمسار نیستم. از تیمسارم بالاتری. فرمانده کل مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان. کار هر کسی نیست. فقط تازه وارد. هنوز نمیدونی با کی طرف. من خیلی کار دارم. بگو حرف حساب چیه؟ حرف حساب. حرف حساب یعنی حرف حد و حساب. میخوام باهات یه قرارداد ببندم. شاید هم بعدش تیمسار بشی. چقدر میخوای؟ چی میدونی؟ عجب خیلی هستن. منظورم این بود که ما بهت پول میدیم. پول سبز. چیز زیادی هم نمیخوایم. دعا کن که دیگه نبینمت. جناب سرهنگ، سوء تفاهم شد. ما ازت کار خلاف نمیخوایم. ما تضمین میکنیم هروئین توی ایران پخش نشه. هر باندی که بخواد اینجا هروئین پخش کنه با ما طرف میشه. همه شونو به شما لو میدیم. ما فقط میخواییم قافله هامون از ایران رد کنیم. همین. چرا میخندی؟ آخه شکل این حرفا نیستی. باید چه شکلی باشم؟ چه میدونم. وایستا سر جات. جون بچهات انقدر حالگیری نکن. من کاسبم. اگه برفام گوش بدی ضرر نمی کنی. یکی تازی یکی بزنی قبولت دارم.
آکالته 45. وحشتناکه. الان پست میدم. تیمسار یک بزن. حرکت کن. گوش بده. ما نظامی هستیم. کارمون اینه که عبور هروئین از ایران رو بیمه کنیم. این کار راه جنگی هم داره، اما اگه ما بتونیم با هم کنار بیاییم از اون طرف تموم میشه. ما انتظار نداریم که حکومت با همون قرار داد امضا کنه. قول آدمی مثل تو برامون مثل قرار داده. اولا یه گرم از هروئینی که رد میکنیم تو ایران پخش نمیشه. ثانی هم برای عبور هر قافله $4,000,000 حق میدیم. هر هفته یه قافله، یعنی تا آخر سال $200,000,000. این حرفا خیال بافیه. پولو ببینی میفهمی. $1,000,000 پیشکس چطوره؟ مواظب باشی. آروم. عجله کنی لطفا.
بقیه زخمی ها کجا؟ بقیه زخمی ها چی شده؟ دارن میارنشون، الان میرسن. شما ها کجا میارن؟ نکنه همه شما میخواییم بیاییم تو اتاق عمل؟ کجا داری میارن شما ها؟ نزن تقلا نکن، خلیزی زیاد میشه. دکتر اینو بیهوش کنه و تقلا نکنه. نگه داریم بران کارده ببینم. این چه مسخره بازیه؟ شما ها طوری رفتار میکنین انگار دفعه اولمه. شما یه چیزی به اینا بگو دکتر. برادرها بفرمایید. کاری از دست شما بر نمیاد. ایشون باید همین الان برن زیر عمل. آقا این که میگم یه دستوره. همین الان خودتونو برسونین به ستاد. زود باشین. یوسفی تو الان جانشین منی. فوراً اعلام آماده باش کن. یا علی زود باش. گروه خونتون چیه؟ اوه مثبت. 10 واحد رزرو کنید. چشم. ابوالفضل آقای دکتر ببخشید من چند ثانیه با ایشون خصوصی صحبت میکنم. ابوالفضل همین الان برو خونه ما. تنها نرو، ارتزارم ببر. بچه هم وردار ببر ستاد، بذارشون یه جای امن. یا یه کیف تو این گنجه گذاشتم پولا توش. پولا تو خونه چوه؟ آره بیا برو معطل نکن. برو محمد. بله. شما خبر داشتی؟ منم مثل شما. میگفت میخواد یه ضربه شستی به قاچاقچی ها نشون بده. همین. رسی زنده است؟ ای بابا، پس کلیدو کی به من داده؟ جین کی به من گفته؟ اگه دیگه زنده نیست بگی، من طاقتشو دارم. به قرآن مجید زنده است، به امام حسین زنده است. چجوری بگم زنده است؟ باشه. بچه ها توی مدرسه درس میخونن؟ نه، محمد میره راهنمایی. آدرس مدرسه هاشونو بدین دارم براتون بگیرم. زود برمیگردم. چرا اینجوری شد؟ چرا تو خونه خودم نباید امنیت داشته باشم؟ چطور نتونستید از عهده یه قافله بر بیایید؟ اون که ما دیدیم قافله نبود، ستون نظامی بود. شاگرد کوچیکتون منصور یکی تاز هستم. اگه پشت خط بودین زبونم بند می اومد. این چند ماهی که ندیدمتون تازه فهمیدم که چقدر حق به گردن ما دارین. سعادت داشته باشم که زیارتتون کنم. واسه تون بگم که تو همین مدت چند دفعه جونم و مدیون مشقایی هستم که پیش شما گرفتم. من الان 7 روزه که برگشتم اصفهان. البته افقی اومدم قربان، اما حالا یواش یواش دارم عمودی میشم. هنوز نمیتونم با پای خودم خدمت برسم، اما مشتاق دیدارم. لطف بفرمایید و یه زنگی به بیمارستان الزهرا اتاق 1272 بزنید.
بچه ها منتظر دیدن شما هستن. بابا یه دقیقه شده. سلام آقا زلفقا، من امینم. بیاین اینجا پوزی های آرومیدی بکنیم. خدا بازم که خودتو زخم زدی کردی سرباز فراری. دیگه چه دست کاری به آب دادی؟ بالاخره اومدی؟ داشتم ناامید میشدم. خدا امیده، هیچ کس رو ناامید نکنه. بچه ها کجان؟ خب معلومه، مدرسه. با من به عشق اونا اومدم تا که زبارت در رفته به درد آرتیست بازی نمیخوری. اسمیا لاغر شدی؟ قیافت لاغر شده. دیگ به دیگ میگه روسیه. $100 بود؟ 100 تا بسته $100 مدل جدید. چجوری تحویل دادن؟ ماشینو گذاشتم اونجایی که قرار بود، سویچو گذاشتم تو لوله اگزوز. یه ساعت بعد اومدم دیدم کیف زیر صندلی راننده است. هنوزم همون دیوونه یستی که 20 سال پیش بودی. چرا؟ از همون $1,000,000 باید میفهمیدی که با قاچاق چیه، عادی طرف نیستی. خب حالا فهمیدم دیگه. خیلی پرشوی. حالا فهمیدم که با گروه مسکو طرف شدم. چیزی از گروه مسکو میدونی؟ آره، مافیای جدید روس که افسرهای سابق ارتش و کاگبه درست کردم. خیال دارم تو جنوب افغانستان یک کشور تازه تشکیل بدم. نه دیگه، من چه کاری از مافیای روس بر نمیاد. شدید گرفتم قربان. امریکایی ها، عربا، خیلی ها سرمایه گذاشتن. خبر دقیقش داری؟ مام داریم. پس جنگ بعدی انشالله تو منطقه شرقیه. دلت واسه جنگ تنگ شده ها؟ خب من سربازم. الو؟ 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 کی بود؟ قطع شد. اینه؟ خوشتیپ هم هست، جوان و خنده رو. این 2 سال پیش تو نروژ گرفته شده. آنا خیال داریم نفوذی بفرستیم تو این دار و دسته؟ باید مرکز عملیاتیشون رو پیدا کنیم. نزدیک مرز، قلعه، پادگانی، چیزی، جایی که اسلحه ها رو انبار میکنه، سرباز تعلیم میده. از کجا معلوم لبه مرز باشه؟ هر جا هست باید نابود بشه. حالا دنبال چجور آدم میگردی؟ خب، اول باید قیافش ناشناس باشه، یعنی مامورای خودمون به درد نمیخورن. دوم باید تعلیمات همه جانبه دیده باشه، مثلا تکاور اگه باشه خیلی خوبه. سوم بهتره یه زبان خارجی هم بلد باشه. بگو. چهارمین که اسمشم ذوالفقار حسینی باشه. آفرین استاد، باور کن نوک زبونم بود. پس یا علی؟ نمیشه، من موچم. موچی؟ شاید بشی آدم مناسب تر پیدا کرد. باید فکر کنم.
اتفاقه؟ خیلی تعجب کردم، باور نمی کردم آدم کشی ازت بر. اما اینطور که پیداست کشتی و اعتراف کردی، حکم اعدامت هم امضا کردی. من یه چیزایی تو پروندت خوندم، برای دلم میخواد از دهن خودت بشنم. برای چی کشتیش؟ همونی که تو پرونده هست. یعنی مقتول اسمش چی بود؟ فرید. تو فرید و کشتی برای اینکه پسر تو معتاد کرده بود، درسته؟ خب، از کجا فهمیدی؟ من این کارم خودم قطعه دبیرستان آلوده کردم، حالا هم دارم تقاس کارم رو پس میدم. جهنم تو همین دنیا واسه من شروع شده، کارم اون بود. ولی خانوادش منکرم. باب باشم، اونا قصاص میخوان، رضایت نمیدن. پول میخوان، یه پول کلون. من که یه قازم ندارم بدم، اگرم داشتم نمیدادم. پس دلت میخواد بمیری؟ خیلی. دلت نمیخواد زنده بمونی و چند تا قاچاقچی دیگر رو نفله کنی؟
سلام اسکندر خان، مرد نامردا. سلام علیکم رحیم شلخته. پدرته تو هنوز زنده ای؟ یه وقتی دیدی حلوایی تو رم خوردم. خدا بزرگ. ای داده برم، ای داده برم. نه بابا، این روح رحیم نیست. روح که بویان نمیده. جنس بخوام. چجورش؟ برای این چقدر؟ فعلا 4 کیلو. ترقی کردی رحیم شلخته. مانک زدم. چند وقت از حبس در اومدی؟ 2 ماه. چرا از اول سراغ منایی نگه؟ نمیدونستم حالا تو همه کاری. هی بابا، ما فقط صیغه مبالغه ایم. 4 میلیون پول داری؟ 4 میلیون؟ آره، پولم راته. همین دوره برا ما را چه هم میفروشیم؟ حکه تو حالا تو هم آدم شدی؟ از کجا بردی؟ راستش بگو. باباش مرده. شریک دارم. صد و 50 کیلومتر باید را بریم. بنزین داری؟ این دفعه دیگه کجا باید بریم؟ انشالله این دفعه زدیم تو خواه. میخوام ببرنمون اون بره مرز. یا سرمون میبرن یا درست حسابی تحویل ما میگیرن. شریکه تو کجا بده کردی؟ دو زندون. چرا بد اخلاقه؟ کجاش بد اخلاقه؟ اینا که دودی زده فکر کرده چی؟ دکتر گفته چشمام عیب داره. دکتر گفته حرفم نزنی؟ حواسم به رانندگیه. پس چرا اینجوری میری؟ اگه نباید دنبال اون مرتی که برم. اونو ولش کن، خودم راهو بلدم، یواش برو. پس اون چی کاره هست؟ خدا عالمه. این رفیق اسقاطت واسه چی افتاده بود زندون؟ جرم چی بود؟ بعد پس راست میگفتن حکم اعدامت در اومده. اعدام با اعمال شاقه. ترقی کردی رحیم شلخ. خلخه دیگه. چقدر خرجش کردی؟ 10 میلیون. 10 میلیون؟ 10 میلیون دادی واسه این اوراق؟ مهره مار داری رحیم، به خدا همیشه گفتم. چجوری میخوای از خجالت آقا در بیاری؟ من کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه یه دفعه واسش بمیره. هرچی حساب میکنم 10 میلیون نمیارزی. بالاخره دیگه من که یه جون بیشتر ندارم. 10 میلیون تومن واسه یه قتل مختصر والا گرونه، اصلا حرومه. اگه اینجوری باشه هیچ که واسش نمیرسه کسی رو بکشه. برو تو خاکی. کدام خاکی؟ جاده نیست. برو تو بیابون نترس، جادهش صاف و صوفه. باز کار خودشو کرد. Oh!
are working for somebody or themselves. میگه واسه خودتون کار میکنین یا مزدورین؟ بگو ما واسطه ایم. خرید و فروش میکنیم. He says they are brokers, just buying and selling. Tell them I want them to work for me. I pay good salaries to my employees. میگه دوست داره واسه خودش کار کنی. به نوکراش خوب مزد میده. واسه ما پیش خانم پروپاگان کردی کلک. چه فایده رحیم شلخته؟ من که میدونم این چی یادت نمیمونه. اگه دست من نمک داشت الان اینجا خبردار با نستاده بودم. ما برای خارج از ایران خرید میکنیم. اگه با ما کنار بیاین به نفع هر دو طرفه. He says they are buying for abroad. If he's working with foreign customers, he should know English better than that. We like to be free. That's all right. But you should know that the condition in Balochistan is going to be changed, and pretty soon just one tribe will governing here, and that one tribe is going to be Rig Dashti. Everyone who wants to buy anything or sell anything has to do it through us. Otherwise, he's risking his life. رئیس طایفه همینه؟ من که قبولش دارم. خیلی محترمه. اسم طایفه چی بود؟ ریگ دشتی. خیال دارن این دروبرای مملکت جدید درست کنن. حرف سیاست که بشه من بیغ بیغم. سیاست چیه؟ میخوام بدونم خریدار اسلحه هستن یا نه. این ورا اسلحه زیاد پیدا میشه. اونی که من سراغ دارم پیدا نمیشه. چه جوری هست؟ تو سردر نمیاری. اسمش هم نشنیدی. حالا بگو، شاید چنیده باشم. موشک‌های مالیوتکا، موشک‌های استینگر. هر کی بخواد یه ارتش درست کنه، لابد دنبال این چیز هست. ببینم، تو اینایی رو که رفیقت میگه باور میکنی؟ تتام اگه اصله هست دیگه، اصله هم مثل هروینه. یکی فروشنده هست، یکی دیگه طالبه، ما صیغه مبالغه ایم. شما دوتا نصفتون زیر زمینه. میتونی اسم اینایی رو که گفتی بنویسی؟ قیمت هم بنویس. اسکندر اولاغ از همون جلو زد. اگه مشتری پیدا کردی حقت میرسه. هر وقت کاری داشتی تلفن کن، اگه نبودم پیغام بزن. مشاور صنعتی خیلی بازوگی بخون. دارم این دامانه اون اون کلاش بده. چی داری میگی؟ گفتم کلاش بده من. Boss!
چپ جان. اسکندر و ولاغ فرار کرد. علی علی میسم، علی علی میسم، میسم به گوشم. خیلی برم میخواد بچه ها رو ببینم. تشریف بیاری منزل، بچه ها خوشحال میشن. نمیتونم، همین که 24 ساعت به اصفهان آمدم بی احتیاطیه. من الان باید توی آپارتمانم باشم، توی طبقه 24 به برج نیمی شهرک غرب. هنوز به جایی نرسیدیم؟ معلوم نیست، دامو پهن کردیم و دونه پاشدیم، حالا باید منتظر بشیم. این واسه چی؟ منصور خواسته بود برای مسعودتون بخرمش. تو بیمارستان به شما گفت؟ آره، همون روز آخر. شما باید به نبودن منصور عادت کنید. نمیتونم، میدونستم یه روز اینطوری میشه، اما حالی که شده حاجی سر میکنم باورم نمیشه. منصور همونطور مرد که از خدا میخواست. شما باید همونجور زندگی کنیم که منصور میخواد. چجوری؟ مثل همه مردم ازدواج کنید. دار خانم، منصور مثل پسر من بود. میدونم که راضی نیست زندگیتون رو به اسم اون بسوزونید. زنی که با شما صحبت کرده مینا هانکیل دورگی است، از مادر انگلیسی و از پدر افغانی. زن فرامرزخان رئیس قریاری دشتی بوده که سال آخر جنگ با روسا کشته شد. فکر میکنی حرفاتو باور کردن؟ کنجکاو شدن. با اسلحه هایی که من وعده دادم باید هم میشدن. کجا وعده کردی؟ بین کنارک و پوز. جای خیلی خلوتیه، ما نمیتونیم از نزدیک مراقبتون باشیم. پس بگو خدا به خیر کنه. به هر حال بهتره یه بیسیم همراهتون بردارین که در صورت لزوم بتونین تماس فوری با ما بگیرین. از مرزم خیلی ممنون. اگه همه چیزو پیشم پیدا کنن که کارم تمومه. اینجوری که نمیشه، شماها دارین میرین تو دهن گرگ. نه تصور دار، بار اولم که نیست. فقط بگو روی کدام فرکانس با مرکز دیسیمتون تماس بگیرم. بدون دستگاه؟ چطوری؟ چقدر سنجیم میکنی؟ فرکانس و بردتون رو بگو.
چقدر راهه؟ ماجرای رو پای سرمون میبینی؟ دیدم. وقتی با رفیقتون صحبت میکردی از افنا عکس گرفت. همون موقع چرا نگفتی؟ آخه از مرغای دریایی و ماهی پوشا هم عکس میگرفت. قیافش به نظرم آشنا میومد. الان یادم اومد با لباس بلوچی تو زابل دیدمش. اونجا ریش داشت، اما حالا ریش رو زده. چند ساله بود؟ 17 ساله. روزی که به رحمت خدا رفت 17 ساله دو ماه در روز کم داشت. اووردوز شد؟ نه، گزاز گرفت. بار اولش بود که تزریق میکرد. فهمیده بودی که معتاد شده؟ اصلا. از روزی که شروع کرد تا روزی که گزاز گرفت فقط 4 ماه طول کشید. از کجا میگی؟ خودش گفت. رو تخت مریض خونه واسم بود. میخوای بگی ایراد از من بوده؟ ای بابا، ایراد گرفتن کار بچه کوچولو هست. ساعت چند شد؟ 1 ساعت گذشت. انداخت من نه، بداخره بیان یا میبرنمون اون بره آب یا روی آب چند تا تیر خرجمون. پس بالاخره یه طوری میشه. آفره، داری یه چیزایی یاد میگیری. خوب شما دقلا یه چیزی خوردیم، اگه نیمدن همینجا میخوابیم. اون بیچاره رو بگو که افتایی تو سندگاردن. میترسم دیر برگردیم اون تو از تشنگی بمیره. آب درک یا قاچاقچی کردن. تو من که تو حالا آدم نکشتی. کشتم، اما تو جنگ از ته دستش بود. اجنبی بوده. تازه به اونم هیچ وقت عادت نکرد. رفقامون اومدن؟ نه، اونا رفیق نیستم. رفیق یه چیز دیگه هست. اگه پیدا بشه؟ پیدا بشه. تو تا حالا داشتی؟ زیاد. یکیش همین دو ماه پیش خواه کرد. گفتم فقط یه نفرتون رو ببرین. اختیار معامله دست کدومتونه؟ نمیشه ما رو ببرین اون برای آب ول کنین تو بازار؟ مأمورم و معذور. صحبتی میخوای؟ بگو برات بیاره.
خدا حافظ رفیق. خدا حافظ رفیق. باشو اینجا جای کپیدنه؟ خوابم گرفت. حق و کشارختی به تو هم میگن آدم. دریان چیه؟ نگاش کن. یکی از آدمایی که برای من کار میکرد گم شده. با به من چه مربوطه؟ مأمور بود زام شما رو چوب بزنم. که چی؟ که بفهم شما آدم فروشین یا کاسب. حالا خودش غیب شده. اصلا تو خودت کی هستی؟ آقای ذوالفقار، بگو ببینم حالت خوش هست یا نه؟ یکم دلشوره دارم. شاید از برای آب دریاست. میدونی چرا اینجا با تو وعده کردن؟ برای که هر وقت خواستین بندازینم تو دریا. چطور؟ مگر شنا بلد نیستی؟ اگه دست و پامو ببندین که نه. حقیقت میبینی، اونجوری خیلی سخت میشه. آقای ذوالفقار، ما کتالوگ اسلحه های شما را دیدیم. چیزی جالبی درش هست. حقیقت بگم، اینقدر خوب هست که خیال میکنیم کاسه زیر کاسه. بارک الله، کاسه زیر نیم کاسه. بگو اسلحه ها را از کجا آوردی؟ از شمال عراق. سال 91 در جریان حمله آمریکایی ها بعضی از انبارهای ارتش عراق به دست کرد افتاد. ولی ارتش عراق هیچ وقت استینگر نداشت. داشت. استینگر و قاچاقچی اسلحه به عراق فروختن. یکی دو سال آخر جنگ با ایران. چند وقت ترک کردی؟ 7-8 سالی میشه. واسه چی؟ واسه خرجش، پولشو نداشتم. خرجش زیاد نیست. یعنی واسه اهلش زیاد نیست. قرار شد راست بگی. حالا چه بلایی سر اون پسر یه بی وجود آوردین؟ کدام پسر یه بی وجود؟ دلم میخواست جای تو بودم. بعد از 8 سال ترک نشگی اول چه حالی میده؟ با نصف سرنگ افلاک رو سیر میکنی. اوکی، حسودیم شد. چیکار داری میکنی؟ یه تریپ با آسمون هفتم. مهمان رفیقت باش. من ترک کردم. مجانی عزیزم، دلم نمیاد تنهایی حال کنم. دست بردار، سنگکوب میکنم. نه ترس، وقتی من ساقی باشم کسی اووردوز نمیشه. سنگاب میکنم بچه. چی گفتی؟
کشتن من چه فایده ای واسهتون داره؟ این ذوالفقار کیه؟ اسم فامیلش چیه؟ به من نگفت. مردی که خر، یعنی میگی باور کنی که تو با آدمی که اسمشو نمیدونی اومدی تو کار گرد و اسلحه؟ از زیر تناب دار نجاتم داد. اسم کوچیکشم نمیگفت، واسهش میمرده. آقای ذوالفقار، حقیقت بالاخره مجبور شد حقیقتو بگه. تو هم حقیقتو بگو. حقیقت چیه؟ نشنیدم. پرسیدم حقیقت کدومه؟ تو هم مجبور میشی حقیقتو بگی. فکر نمی کردم سراغ تو بیم. قلوم درک یه قاچاق چیکم کرد. میبری سر قرار همین الان بگردم مثل یه سگ میکشمت. فهمیدی؟ یک کلمه بگو. فهمیدی؟ یک کلمه بگو. آه، آب میخوام، تشنمه. اومد.
پای بیستی منتظر باش. اگر زنده ماندم برم زغرب تماس میگیرم. زبان پاشو پاشو بابا، دیگه شورشو در آوردی. چه خبر شده؟ امشب بار میارن. بار میارن؟ باشه، حالا کوتا شب. یکی از چوپونا کشته شده. اینا یه مشتی بونن. هزار سال دیگه هم ازشون سرباز در نمیاد. قاتل که پیدا شد باید توی حیات تیرباران بشه تا بقیه عبرت بگیرن. چرا اینجوریه؟ همینجوری پیداش کردن. یکی از اسکورتا گم شده. برای گرفتی؟ الان چه وقت شوخیه؟ بگو اطراف قلعه رو بگردم. شهاب، شهاب، صدا رو میشنوی؟ Thank you.
چی شده؟ باید برگردم قلعه. جناب سرهنگ، با رمز عقرب تماس برقرار شد. عقرب بگوشم. ابوالفضل خوب گوش کن. این مکالمه ممکنه هر لحظه قطع بشه. من محل قلعه رو پیدا کردم. مفهوم شد؟ صدات ضعیف عقرب. محل قلعه رو پیدا کردم. مفهوم شد. ما منتظر اعلام موقعیت هستیم. هنوز موقعیت دقیقو نمیدونم. اما حدود 120 کیلومتر از هرات به سمت شمال شرقی فاصله داره. عقرب، عقرب، اگه صدای من میشنوی جواب بده. ابوالفضل عقرب حرف میزنه. عقرب بگوشم. اسم رو یاد داشت کن. کریم گنجوی از گردان ویژه هوابرد سپاه. نوشتم. رشید هراتی از گردان ویژه هوابرد سپاه. جلیل لنکرانی از نیروی مخصوص نیروی زمینی. نوشتی؟ مفهوم بود. نوشتم. حسین تاجیک از گردان ویژه هوابرد سپاه. دو نفر اول با خونپاره جهنم درست میکنن. نفر سوم متخصص جهتیابیه و چهارمی تکتیرانداز فوق‌العاده‌ایه. در ضمن هر چهار نفر زمان جنگ تو افغانستان با هم مأموریت انجام دادن. از بچه‌های خودتون چند نفر میاری؟ با خودم 3 نفر. میتونین خودتون رو قبل از صبح فردا برسونید. اگه خدا بخواد. خدا به همراهت. بی سیمو برای رادیویی روشن میسرم. اما فکر نمی‌کنم باتریش بیشتر از 10-12 ساعت دووم بیاره. خداحافظ.
21st day of October. Hour 1655. Number 666. The subject received. Again. The subject received. چند تا قمپاره میندازی آقا مرتضی؟ سه تا فسفوری برای گرا، بعدش هر دو ثانیه یکی، جمعاً 40 تا. برادر را به گوش، از روی خرابه ها نزدیک میشیم به دروازه. آقا مرتضی، شما صدای اولین تیر که شنیدی شروع کن. اطاعت. برادر را، تا وقتی آقا مرتضی 40 تا قمپارهشون انداخته، هیچ کس وارد قلعه نمیشه، حتی اگه در قلعه کنده شده باشه. همتون که برد این تا 40 بشوره، نه؟ هوا داره روشن میشه، دیر به جنبیم همشون بیدار میشن، از همون کله پوچه میخوان. Thank you.
اوضاع چطوره؟ بریم برای پشت بوم.
برو با ابوالفضل بگو قبلشینی کنن. میخوام قلعه رو منفجر کنم. همه باید 3 کیلومتر فاصله بگیرن. این سمتکسه. 10 برابر 34 قدرت داره. همین یه دونه این انبار رو با خاک یکسان میکنه. چرا وایسادی؟ برو. اومد برگردین خونه پیش زن و بچهاتون. دندون بکارین. اگه خشخاش بکارین ما برمیگردیم. چشم سردار.